با سلام به شما بینندگان 16 بخش خبری چرت نیوز، امروز هم همراه شما هستیم با کلی خبر چرت اندر چرت. با ما همراه باشید و لایک و کامنت و سابسکرایب و زنگوله منگوله هم فراموش نشه لطفا. پس از هفته ها چشم انتظاری، التهاب و شور و نشاط انتخاباتی، تایید صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری هم انجام شد و مردم با دیدن اسامی باز هم سورپرایز شدند. یعنی انقدر ترکیب کاندیداها در این دوره جالب بود که همه فهمیدند که قضیه در کل از چه قرار است. مردم عزیز ایران در پیام‌های پیشاپیش انتخاب شایسته رئیس جمهور منتخب را تبریک گفتند و درخواست کردند که حالا که همه چیز معلوم است، دیگر برای انتخابات هزینه نکنند و مخارج آن را صرف امور خیریه کنند. سرویس خبری چرت نیوز هم پیشاپیش این انتخاب شایسته را خدمت ایشان تبریک عرض نموده و خواهشمند است که در صورت امکان اجازه بدهید که این چارت چرت و پرت ما همچنان ادامه پیدا کنه. اگه راهی نداره که هیچی دیگه، قربون حاجی. در هفته‌ای که گذشت مردم ایران، این ابرقدرت خاورمیانه و قطب صنعتی و تکنولوژی و نانو و انرژی هسته‌ای و نظامی و غیره و غیره، برق نداشتند. خبرهای قطع برق انقدر متنوع و جذاب بودند ماشاءالله که نمیتوان به همه آنها در اینجا اشاره کرد. در شهرهای بزرگ حتی تا 3 بار در روز و هر بار به مدت 2 تا 3 ساعت هم برق قطع شده بود. دانش آموزان و دانشجویان هم با مشکل امتحانات مجازی روبرو بودند، اما مسئولین گرانقدر در توانیر با هوش و ذکاوتی مثال زدنی به آنها توصیه کردند که برای اینکه امتحانات خود را بتوانند پشت سر بگذارند، لطفاً جا به جا بشوند و از مناطق بی برق به مناطق با برق بروند تا برق داشته باشند. این توصیه حکیمانه باعث دیده شدن دانش آموزان و دانشجویان سرگردان زیادی در سطح شهر شد که لپتاپ خود را زیر بغل زده و هراسان به این طرف و آن طرف می دویدند. شطرنج بازان تیم ملی هم به دلیل قطع برق مسابقات آنلاین جهانی را دست جمعی واگذار کردند که خودش در نوع خودش افتخاری دیگر بود که آفریده شد. فقط در شهر تبریز در 1 روز 100 نفر به دلیل قطع برق در آسانسورها گرفتار شده بودند. دیگه بقیه مملکت خودتون حساب کنین چه خبر بود. برق تعدادی از بیمارستان ها نیز قطع شده و بنابر تصاویر دریافتی تعدادی از عملهای جراحی با نور موبایل انجام شد و کل کبد و کلیه و روده و اینا، قلب، اینا همش اشتباهی در آورده شد. کلی پنس و قیچی و چرت و پرت و اینا هم اشتباهی جا گذاشتن تو شکم مریض. دیگه تو اون نور انتظار چی دارین؟ انشالله حالا خیره. در همین مراکز درمانی تعداد زیادی واکسن که با 1000 بدبختی و منت خریداری و وارد کشور شده بود به دلیل خاموش شدن سیستم های خنک کننده فاسد شده، غیر قابل مصرف شد و کپک زد. در نهایت مسئولین هوشیار و خدوم با تلاش و درایتی بی نظیر سهارخ سامانی هوشمند اطلاع رسانی خاموشی را راه اندازی کردند و ته هوشمندی خود را نشان دادند. به همین مناسبت بابا برقی، این دوست موعظه‌گر تمامی نسل‌ها، ضمن ابراز پشیمانی از کلیه پیام‌های آموزشی خود در سالیان اخیر اعلام کرد که متأسفانه با مصرف خاص آقایان و صادرات بی‌رویه برق به کشورهای دوست و برادر چشم رو مشکی دوربرمون، دیگر با خاموش کردن لامپ اضافی هم قرار نیست اتفاق خاصی بیفتد. چه خاموش بکنی چه خاموش نکنی، در هر صورت برق همجوری هی پشت سر هم میره، خودش خود به خود خاموش میشه. اوف، آخرش هم توپخ زدم. چقدر زیاد بوده خبرهای این 10 تاشو تازه حذف کردیم. ما برق همه خبرها رو وگرنه پوشش میداد. اوف، خدا به همون صبر بده. دیگر اینکه علاوه بر همه چیزهایی که در این روزها داره به سرمون میاد، بنابر اعلام کارشناسان حوزه هواشناسی،
امسال ایرانیان گرمترین تابستان نیم قرن اخیر را نیز تجربه خواهند کرد و البته یکی از خشکترین تابستانهای سالهای گذشته. خدایا شکرت. برقم که نیست یه کولر روشن کنیم، آبم که همراه با برق قطع میشه، کرونا هم که هست، واکسنم که همچنان نیست، ماسکم که داریم میزنیم خفه شدیم زیرش. میشه به ما بگی ما دقیقا الان باید تو این وضعیت چه غلطی بکنیم؟ یاد اون دختره افتادم، میگفتش که جمع کنین از ایران برین اونجور جاهایی که رفاهی که خوشش نمیاد جمع کنه بره. کجاست اون الان؟ یعنی دلم میخواد بیارمش اینجا از طرف همه مردم ایران ازش معذرت خواهی کنم، بگم خواهر گلم عزیزم، تو خیر و صلاح ما رو میخواستی، ما عقلمون نمیرسید، فقط کاش راه رفتنم به همون میگفتی، یه جای خونکم باشه دیگه چه بهتر، کیفم میکنیم. آره قربون خواهر گلم برم. گلم تونستی بازم از اون برنامه های آموزشی واسه همون بذار. یک خبر بد و تلخ برای بانوان ایرانی. بنابر مصوبه جدید فدراسیون جهانی فوتبال فیفا، از این پس جام جهانی فوتبال به جای هر 4 سال یک بار، هر 2 سال یک بار برگزار می‌گردد و قرار است که هر 2 سال یک بار به مدت 1 ماه کنترل تلویزیون و اعصاب و روان همه خانم‌ها بیفتد دست آقایون. همینو کم داشتیم. آقایان و پسران ایرانی از این خبر استقبال کرده و گفتن ما که جز فوتبال دلخوشی دیگه ای نداریم، خدا خیرشونم بده. اما خانوم های ایرانی با اعتراض در فضای مجازی درخواست تصویب قانون 2 تلویزیون در هر خانه و نیز قانون برخورد با مردان نعرکش در زمان زدن گل شدند. پس از این واکنش ها فیفا اعلام کرد که بنابر این مقتضیات احساس خطر کرده، هر 2 سال یک بار شدن مسابقات را به سال 2028 موکول می نماید. از 2028 به بعد قرار هر 2 سال بشه. شاید تا اون موقع خانوم و آقای ایرانی هم به یه توافقی با همدیگه برسن. تنها مجری تنها شبکه تلویزیونی کره شمالی اعلام کرد که هن 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 هن. ترجمهش میشه این که کیم جون اون رهبر کره شمالی در دستوری پوشیدن شلوار جین را در کلیه معابر این کشور ممنوع کرد و شلوار جین را حیله دشمنان کره شمالی برای از بین بردن فرهنگ اصیل این کشور و توطئه‌ای برای غرب زده کردن مردم دانسته و تعدی از این قانون را جرم و اعلام نمود که با متخلفان برخورد جدی شده و خشتک شلوار جینشان را دور گردنشان پیون خواهیم کرد. در سوی دیگر از جهان، مردم ایران با استقبال از این تصمیم کیم جونگ اون گفتند که درست است که این گونه تصمیمات خاطراتی را در دل ما زنده می کند، ولی با این حال ما الان خوشحالیم از اینکه یه جایی تو جهان وجود داره که ما از اینکه ایرانی هستیم و اون جایی نیستیم خدا اونم شکر می کنیم. این موهبت بزرگی، خدایا دست درد نکنه. از اینکه خودرو برخلاف وعده مسئولین بیش از 15% به صورت رسمی گران شد و مسکن هم همچنان بر مدار افزایشی پیش می رود و رب و روغن و برنج و پنیر و شیر و کوفت و زهرمار و همه چیزهای دیگه هم همینطور، در خبری ناگوار اعلام شد که دستمال کاغذی هم گران شد. برخلاف خبرهای گرانی قبلی که مردم به آنها عادت کرده بودند، این خبر گرانی دستمال کاغذی درد بسیار بیشتری داشت. یعنی به زودی لذت یه فین کردن سادرم از ما میگیرن. دوباره احتمالا مردم باید توی خیابون که میرن کار ضروری پیش اومد از این لنگا بذارن توی جیبشون، یا اینکه محصولات دماغشون رو ببخشید بمالن به دری، دیواری، تیر چراغ برقی، جایی. پس از این خبر آقایان هم بل اجبار باید با خانوم ها مهربان تر شوند، چون اگر دلی بشکند و اشکی بریزد دیگه دستمال کاغذی گرونه، پیدا نمیشه، و در کل باید دعواها را تا حد ممکن کاهش دهند. برخلاف اغلب مردم، رئیس ستاد افزایش جمعیت کشور با خرسندی از این خبر استقبال کرد و اعلام کرد که امیدواریم با کمبود دستمال کاغذی بارداری های بیشتری را در کشور شاهد باشیم.
چطوریشم نگفت. دیگه خودمون باید ببینیم چه ربطی داشت به هم. بریم خبر بعد. خبر آخر هم این که در اتفاقی عجیب در کشور ترکیه یک راس گوسفند که از بالای تپه خودش را به پایین در انداخت باعث شد که بقیه گوسفندها هم از او پیروی کنند و گوسفندوار خودشان را از آن بالا تپ 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 بیاندازن ته دره و این گونه شد که 400 راس گوسفند همجوری الکی الکی تلف شدند. همین دیگه، هیچ ربطی هم به اون جریان چه وضعیت ما و روزگارمون داستان و اینا اصلا نداشت. صرفا محض اطلاع گفتیم. با تشکر از همه شما که این بار هم مثل اون چند بار همراه ما بودید. دیگه ببخشید دیگه، خبرها چرته، به خدا تقصیر ما نیستش. تا دیداری دیگر و چرت نیوزی دیگر، خدا نگهدار.